باز هم یک تابلوی بسیار نفیس استاد سبک نقاشی اکسپرسیونیسم و فضای زمستان در این تابلو نقاشی شده و این یک تابلو تابلوی اثر خاص میتونه باشه و در هیچ جای دنیا مثل این تابلو اصلا وجود نداره. در اینجا دو تا گنبد هست، ظاهرا مشخص است که این تابلو یک زیارتگاه نقاشی شده، یک مسجد یا یک آرامگاه بوده در ذهن نقاش. و اینجا دو نفر برف می‌ریزن، برف رو می‌ریزن. قدرت نقاشی یک نقاش در اینجا مشخص میشه که ریختن از پشت بام برف با یک قلم و قسمت‌های اولی که برف ریخته شده مشخص میشه که برف به چی حالت ریخته شده اینجا و اینجا اواخر قسمت برف هست که بیشتر هست، هنوز برف خورد نشده، اما اینجا با یک سر قلم که نقاش سر برس نقاشی کرده مشخص میشه که اینجا برف ریخته میشه و اینجا هم برف هایی که انجام شده ریخته روی از فضا و رنگ هم رنگم هر قدر نزدیکتر میاد رنگ تیره‌تر شده و هر چقدر دورتر کم رنگ. اما در قسمت کوه‌ها که می‌رسیم آسمان رو ببینیم، آسمان کلاً سیاه. عموماً زمان فصل زمستان آسمان رنگ سیاه رو به خود تخصیص میده و در اون قسمت هم و قسمت دور روستا بسیار پربرق هست و دور هست و دو شخص در حالت رفتن هست که مشخص میشه در قسمت روستا و اینجا یک دونه کلاغ نشسته، یک کلاغ روی برف که با یک قلم نقاش مشخص کرده یک کلاغ از روی برف نشسته و اینجا هم همچنین قدرت توانایی نقاشی رو میتونه از اینجا روایت کنه که ببینید که برندهایی که در فصل زمستان به نام کلاغ عبور میکنن و میگذرن اینها بیانگر قدرت توانایی نقاشی و استاد هست و کوههای دورم رنگ کمتر کم رنگ هست و دورتر و حالت عصر بسیار یک زمستان سرما سوز سرمای شدید توسط ذهن نقاش ترسیم شده و روی بوم نقاشی شده و این نقاشی کلا نقاشی یک سرپای خاص استاد میتونه باشه.